اتحادیه آموزش و پرورش بریتانیا منع هجاب دانش آموزان در انگلیس را محکوم کرد. اتحادیه ملی آموزش و پرورش بریتانیا در اجلاس سالانه خود در برایتون انگلیس سخنان برخی مقامات ارشد آموزشی این کشور مبنی بر ممنوعیت تحصیل برای دانش آموزان کم سن سال دارای هجاب در مدارس دولتی را محکوم کرد و این مواضع را نژادپرستی اوریان خواند. این اتحادیه در پایان اعلام کرده است که تلاش ها برای منع دختران محجبه از تحصیل در مدارس ابتدایی همان نجات پرستی اوریان در لباس آزادی خواهی است. این اتحادیه آماندا اسپیلبر سرپرست سازمان نظارت بر آموزش و تحصیلات در انگلستان و بازرس اصلی مدارس این کشور اداره ای آفستد را متهم کرد که قصد دارد هجاب اسلامی را با جنسیت گرایی دختران جوان مرتبط زازد. لطیفه ابو آموزگار و یکی از سخنرانان این همایش سخنان این مقام آموزش و پرورش انگلستان را نجات پرستانه و اسلام حراسانه خطاب کرد. وی گفت برخوردهای این اداره این تصور را در میان مردم ایجاد می کند که اسلام زنان را سرکوب می کند و این برخوردها گروه های نجات پرستانه را تقویت و قدرتمند می کند. معلم دیگری نیز گفت موزه آفستد ناعادلانه و سختگیرانه بوده است. این حقیقتا غیر قابل قبول است که این سازمان دختران مدرسه ابتدایی را مورد بازجویی قرار دهد و از آنان به خاطر انتخابشان درباره حجاب اسلامی تفتیش عقیده کند. پیت اسمیت نماینده ای از معلمان سویندون نیز گفت آفستد به جو کنونی اسلام حراسی در انگلیس دامن زده و آن را لباس آزادی خواهانه پوشانده است. ما به این گروه و اداره آموزش و پرورش انگلستان میگوییم که حاضر نیستیم چنین برخوردهای نجات پرستانه ای را تا بیاوریم. ما مقابل این موضع ایستادگی می کنیم و به هر شیوهی ممکن نجات پرسی را عقب می